تروریستی مرتکب شد و ساختمان کنسولگری ایران را هدف قرار داد که در کنار سفارت ایران قرار داشت و چسبیده به سفارت ایران بود. با جنگنده های F-35 این کار را کرد که از جولان اشغالین جنگنده با 6 موشک این ساختمون را هدف قرار داد و من در محل کار خودم در سفارت بودم و حتی از اتاق خودم شاهد بودم که بسیار آسیب دید شیشه و پنجره های آن و ساختمان سفارت. رژیم صهیونیستی اولین بار نیست که این جرم و جنایت ها را مرتکب میشه. رژیم صهیونیستی جرم و جنایت های زیادی علیه دیپلمات ها انجام داده که برخلاف کل اعراف و قوانین بین المللی است و سفارت خانه ها را هدف قرار میده و مراکز دیپلماسی را هدف قرار میده. بعد از این همه جنایتی که در 6 ماه گذشته ضد ملت غزه و ملت سوریه مرتکب شد، امروز هم این جنایت زشت را مرتکب شد علیه شماری از همکاران و کارمندان سفارت و مستشاران نظامی که در این ساختمان حضور داشتند که شماری از آنها به شهادت رسیدن و اسامی اونها را بعداً اعلام خواهیم کرد. رژیم صهیونیستی در واقع برخلاف قوانین بین المللی اقدام میکنه که پاسخ قاطع ما در پی خواهد داشت. بین 5 تا 7 نفر به شهادت رسیدن و آمار دقیق را بعداً اعلام خواهیم کرد.